روزه که آبخواره مزدوری است، از دیده شاهی و دل دستوری است، هر کاسه می که بر کف مخموری است، از عارض مستی و لب مستوری است. برای این رباعی معنی و تفسیرهای زیادی نقل شده که هر کدوم از اونا میتونن به نوعی درست باشن. کلیت این شعر اشاره به ناپایداری هستی داره. همونطور که میدونید این مسئله موضوع اصلی بسیاری از رباعی‌های خیامه. آبخواره یعنی ظرف نوشیدن آب، دیده یعنی چشم، دل یعنی قلب، عارض یعنی صورت، دیده و دل و عارض و لب اعضای مورد نیاز برای عشق بازی هستند. کوزه یک ظرف سفالینیه که از خاک ساخته شده و نماد درگذشتگان و مردگانیه که با گذر زمان به خاک تبدیل شدند و از اونا ظروف سفالینی ساخته شده که اکنون با حسرت نظارگر زندگی کردن ما هستند. مزدور یعنی مزد بگیر، حقوق بگیر، که اینجا میتونه سرباز باشه. دستور در اینجا میتونه وزیر باشه که با شاه و سربازی که توی بیت اومده با هم تناسب دارن. مخمور یعنی مست و خمارآلود. مستور هم یعنی پرده نشین، پوشیده روی، چون در گذشته زیبارویان رو از چشم مردم دور نگه می داشتن. بعضن حتی برای نگاه کردن به زنان پادشاه مجازات هایی مثل مرگ در نظر می گرفتن. برای همین زیبارویان موقع رفت و آمد در جامعه یا شرکت توی مراسم ها از نقاب استفاده می کردن. این رباعی هم مثل رباعی‌های دیگه خیام بی‌وفایی دنیا رو گوش زد می‌کنه و تأکید داره به اینکه هر کسی در هر مقامی که باشه سرانجامش نیستی و با خاک یکسان شدنه. بنابراین نیاز به غرور و فخر فروشی در این زندگی چند روزه دنیا نیست و باید از لحظات این زندگی کوتاه نهایت لذت و شادمانی رو ببریم. خیام در این رباعی از طریق یک تصویر سازی بسیار زیبا میگه که کوزه دست یک کارگر مزد بگیر از چشم شاه و قلب وزیر سرشته شده و کاسه می هم از یک انسان مست و مستور. و همچنین با اشاره به فانی بودن انسان‌ها میگه عاقبت همگی روزی میمیریم و بعد از تبدیل شدن به خاک از اون کوزه و کاسه و چیزهای دیگه میسازن. در این جهان ناپایدار همه انسان‌ها از شاه و وزیر گرفته تا مست و مستور همه از بین میرن. البته در این شعر سعی شده در قالب نماد پردازی به جوهره پدیده های متغیر هستی نوعی دوام مستانه ببخشه و بگه وقتی جسمی از بین میره در کالبد دیگه ای جان میگیره. یعنی همگی در قالب یک روح مشترک همواره در بطن هستی جاری هستیم. یعنی اگه کالبد فنا پذیره اما روح و جوهر از یک یگانگی و اشتراک کیهانی برخورداره و از بین رفتنی نیست. و اگر الان در قالب این کالبد هستیم مرغ باغ ملکوتیم و از عالم خاک نیستیم. چند روزی قفسی ساختند از بدنمون.